سرخط خبرها. حمله به معترضان در سالگرد قتل مهسا. حریق در زندان قرچک و شلیک به شهروندی در سقز. و بازداشت هانیه توسلی توسط نیروهای امنیتی و انتقال به مکان نامعلوم. مشروع اخبار. حمله به معترضان در سالگرد قتل مهسا. حریق در زندان قرچک و شلیک به شهروندی در سقز. ماموران حکومتی روز شنبه 25 شهریور و در سال روز خیزش انقلابی ایرانیان به یک شهروند در سقز شلیک و او را زخمی کردند. از صبح شنبه حاکم شدن فضای امنیتی شدید در بسیاری از شهرهای ایران گزارش شد. زندان زنان قرچک نیز همزمان با سالگرد مهسا امینی دچار آتش سوزی شد. عصر روز شنبه مهدی رمضانی معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان خبر شلیک ماموران امنیتی را به یک شهروند در سقز تایید کرد. رمضانی مدعی شد که او پس از ورود به منطقه ممنوعه برابر مقررات از سوی ماموران مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شده است. پیشتر سازمان حقوق بشری هنگاف هویت این شهروند را فردین جعفری اعلام کرده و گفته بود او در مسیر سقز به بانه و نزدیکی آرامستان آیچی از سوی نیروهای سرکوبگر از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته است. بر اساس گزارش این مجموعه حقوق بشری، جعفری به بیمارستان شفا منتقل و وضعیت جسمانی او وخیم گزارش شده است. از صبح شنبه چندین شهروند نیز عمدتاً در شهرهای کردنشین ایران بازداشت شدند. علی احمدی و دیار احمدی در روستای آرانان از توابع سنندج، آرمان سهرابی اهل دیوان دره، جبار محمودی اهل جوانرود و محمد مرادی نژاد اهل کامیاران از جمله دستگیر شدگان روز شنبه بودند. سعید فتحی پور فعال سیاسی و زندانیان اعتراضات آبان 98 و محمد معینی وبلاگ نویس هم امروز بازداشت شدند. علاوه بر بازداشت ها نیروهای حکومتی از بامداد شنبه به بسیاری از شهرهای ایران اعزام شده و فضای نظامی و امنیتی بر کشور حاکم کردند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، نیروهای امنیتی جاده بانه به سقز را مسدود کرده و سقز نیز هلیکوپترهای نظامی در آسمان شهر و از جمله بر فراز آرامستان آیچی، محل دفن مهسا امینی به پرواز درآمدند. گزارش‌ها و ویدیوها همچنین حاکی از استقرار نیروهای یگانه ویژه در شهرهای تاکستان، گرگان، اردبیل، کرج، شیراز، تبریز، مشهد، مهاباد، شهرری، تهران، سنندج، همدان، اهواز، اصفهان، رشت، نجف آباد و غیره بودند. ویدیوهای رسیده حاکی از شلیک به مردم معترض در کرمانشاه و حمله به معترضان در صادقیه تهران در شامگاه شنبه است. این ویدیوها به صدا در آمدن بوق خودروها به نشانه اعتراض در شامگاه شنبه در خیابانهای رشت، کرج، سنندج و کرمان را نیز نشان می‌دهد. تجمعات پراکنده‌ای در چند شهر از جمله تهران، کرج و رشت شکل گرفت که با برخورد خشن نیروهای امنیتی مواجه شد. شهروندان در زاهدان برای برگزاری تجمع اعتراضی به خیابان آمده و شعارهایی از جمله مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. همچنین از وقوع حریق در زندان زنان قرچک همزمان با سالگرد مهسا امینی اخبارهایی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. آتنا دائمی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق در شبکه‌های اجتماعی خبر داده زندان زنان قرچک دچار آتش سوزی گسترده شده و گارد ویژه و ماموران امنیتی به زندان رفتند. و بازداشت هانیه توسلی توسط نیروهای امنیتی و انتقال به مکان نامعلوم. خواهر هانیه توسلی بازیگر سینما در اینستاگرام نوشت خواهرش در ساعت 11:45 دقیقه شب در منزل شخصیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. توسلی روز شنبه در اینستاگرام پستی در یادبود مهسا امینی منتشر کرده بود. مشروع اخبار. شلیک مستقیم به نیروهای امنیتی در ایران و شهادت دو مامور امنیتی. به گزارش 9 صبح، دو مامور پلیس خراسان جنوبی در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در جاده بیرجند به شهادت رسیدند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت روز جمعه 24 شهریور دو نفر از ماموران پلیس استان در عملیات مبارزه با سوداگران مرگ آسمانی شدند و یک نفر از کارکنان مجروح شد. سرهنگ علی اکبر حیدری بامداد شنبه بیان کرد سروان حسن طاهری و استوار یکم سجاد زار مقدم هنگام انجام ماموریت و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر دچار حادثه شدند و جان به جان آفرین تسلیم کردند. وی افزود همچنین در این حادثه سوتوان یکم رستم تنکسار مجروح و به بیمارستان منتقل شد. رهگیری و سرنگونی یک پهپاد اوکراینی در آسمان وارونژ. وزارت دفاع هدافند هوایی یک پهپاد اوکراینی را بر فراز منطقه وارونژ رهگیری کرد. به گزارش اسپوتنیک در 17 سپتامبر حدود ساعت 9:40 دقیقه به وقت مسکو
تلاش رژیم کیف برای انجام یک حمله تروریستی توسط یک پهپاد نوع هواپیما در قلمرو فدراسیون روسیه متوقف شد. در این گزارش آمده است هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی بر فراز قلمروی منطقه وارونژ شهرگیری و منهدم شد. یک شهید و سه زخمی در اثر تیراندازی بر نیروهای امنیتی در نورآباد. به گزارش خبرگزاری موج، معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس با اعلام این خبر گفت حدود ساعت 19:50 دقیقه شنبه 25 شهریور دو نفر راکب موتورسیکلت اقدام به تیراندازی کور با سلاح شکاری ساشمزن به سمت نیروهای بسیجی که در ضلع جنوبی میدان معلم شهرستان نورآباد مستقر بودند می‌کند. دبیر و سخنگوی شورای تامین استان فارس با اشاره به رذلت دشمنان و معاندین نظام جمهوری اسلامی بیان کرد این حرکت‌های کور و مذبوحانه نشان دهنده ضعف و ترس دشمنان از مقابله رو در رو با نیروهای مدافع امنیت و بسیجیان عزیز می‌باشد. ضاربین پس از این حمله کور که موجب آسیب رسیدن به 4 نفر از بسیجیان از ناحیه سینه به بالا شد، بلافاصله از محل متواری می شوند که دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در پی دستگیری آنها هستند. وی افزود متاسفانه در این حادثه یکی از عزیزان بسیجی به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت رسید. یکی دیگر از مجروحین نیز به یکی از بیمارستان های شیراز اعزام شده و دو نفر دیگر از این عزیزان در شهرستان بستری و تحت مداوا هستند. حال همه مجروحین پایدار و تحت کنترل است. معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در پایان گفت این خونهای پاک ریشه نظام مقدس اسلامی را استوارتر خواهد کرد و دشمنان این مرد و بوم را نیز خوار و ذلیل تر می کند. قطعاً عوامل این حرکت جنایتکارانه دستگیر و به سزای عمل ننگینشان خواهند رسید. و خانه دیکتاتور بزرگ لحظات قبل حراج شد. خانه جوزف استالین رهبر شوروی در منطقه میتیشی در حومه مسکو به حراج گذاشته شده است. حراج برای 3 نوامبر با قیمت اولیه پیشنهادی 5.403 میلیون روبل برنامه‌ریزی شده است.